درود به شما. امروز میخوایم با هم بررسی کنیم ببینیم اصلا قرارداد با روسها به نفع ما هست یا نیست و سوخو 35، خرید سوخو 35 از روسها چه دستاوردی برای کشور ما و ارتش ما داره. این یه بس مهمه که ارزشی ها خیلی دارن سرصدا میکنن آی سوخو 35 میاد و بدنه ارتش بلان میشه و میان مقایسهش میکنن مثلا با F-35 و فلانه. حالا ببینیم اصلا جایگاهی داره که با F-35 مقایسه بشه یا اینکه نه. اول ببینیم روسا چقدر تعهد کاری و چقدر تعهد قراردادی با ما داره. گوش بدیم این حرفو. سردار دهقان یه صحبتهایی میکنه راجع به قراردادهایی که با روسا بست. آمدیم با روسا رفتیم قرارداد بستیم بیان یک نیروگاه حرارتی 14 برای ما ایجاد کنن، فاینانس کنن. روس آمده زمین رو گرفته، قرارداد ما باش بستیم. بعد از جنگ اوکراین رسما اعلام کرده که من قادر به تامین قطعات و این تجهیزات با استانداردی که شما گفتید نیستم. تو خود روسیه شرکت‌های روسی رو روس‌ها تضمین نمی‌کنن. سکه‌کشون هم نمی‌گزه. خب دیدین به همین راحتی یه شرکت روسی اومده از طرف دولت روسیه با ایران قرارداد نیروگاه بسته، پول گرفته و خیلی شیک میگه من نمیتونم براتون تامین کنم. خود شرکت های دیگه ای که در روسیه هستن و بانک هایی که در روسیه فعال هستن خودشونو تضمین نمیدن که آقا مثلا شما با اینا قرارداد می‌بندید، این قرارداد قابل اجرا هست یا نیست، اگه نشد ما خسارتتون می‌دیم. به همین راحتی روسا یعنی ایران رو یه گاو شیری حساب کردن بنوشنش. دلیل می‌خوام روسا ساخت نیروگاه بوشهر رو که 11 میلیارد دلار از ما گرفته بودن 12 سال طول دادن، تازه بازم با اما اگر و شاید هنوز درست حسابی معلوم نیست که این نیروگاه به ثمر نشسته یا نشسته. هیچ کس نمیتونه جواب اینو بده، در صورتی که میگن اون بخشی هم که تازه برق داره تولید میکنه اصلا قابل ملاحظه نیست با این همه هزینه ای که شده. اصلا جوابگوی نیازهای یه شهر خود بوشهر هم نیست، چه برسه جای دیگه. پول S300 و روسا سال 2007 کامل از ایران گرفت، صنایع دفاع ایران، وزارت دفاع کامل به صورت کامل گرفت. 8 سال ایرانو دووندن، اینش کجه اونش کجه، لاستیک در رفته، الان اینجا اجازه به ما میدن الان اونجا به ما اجازه نمیدن، نوعش عوض کنیم تا اصلا S300 از مدار خارج شد. مدل های بعدیش اومد، S350 اومد، S400 اومد و ترکیه گرفته بود استفاده میکرد، اومدن چیکار کردن؟ S300 زمانی به ما دادن که عملا در مقابل پیشرفتی که دنیای نظامی داشت S300 میشه گفت کارایی نداشت. ضمن این که این 8 سال سردوندن به کنار، اومدن چیکار کردن؟ کدینگ پدافند هوایی ما رو به کشورهایی که با ایران، البته با ایران که نه، با دولت جمهوری اسلامی مشکل داشتن فروخت، یعنی از این ور پدافند رو فروختن، اون کدینگ سیستم پدافندی ما رو به اسرائیل و همین سادگی. یعنی روسا تا اینجا به هیچ گونه، نه به شرافت قرارداد، نه به پایبندی به اصول قرارداد، به هیچ گونه پایبند نبودن، فقط دوشیدن. اینم دارید. حالا روسا آمدن چیکار کردن؟ ایرانو کشیدن به جنگ اوکراین. یه جورایی میشه گفت دست و پای ایرانو تو جنگ اوکراین اومدن گیر انداختن، باطلاق اوکراین. یه چیزی مثل ویتنامی که برای آمریکا شده. بعد سر نیروگاه حرارتی ایرانو نقره داغ کردن، گفتن آقا برید دنبال کارتون. هیچ پروسه
این ذلیل شدن ایران سابقه تاریخی حتی از زمان قاجاریه نداشت، چه برسه دورانهای اقتدار ایران که الان خیلی از اون دوران فاصله گرفتیم. هرچی میگن باید بگن چشم، سرشون خم. حالا میرسیم به چی؟ پروژه بعدی دوشیدن این آقایون سوخ 35. سوخ 35 یه هواپیمای جنگنده نسل 34 و نیمیه، 4 و پلاس پلاسه، یه ذره 4 و نیم بیشتر، اونم به خاطر ارتقاهایی که گرفت. از کی معرفی شده؟ زیاد خوشحال نباشن آقایون ارزشی ها که سیستم هوایی ما نمیدونم بروز میشه، نباشن. ورود سوخو 35 به بازار 1990، ورودش به ارتش روسیه 2007 بوده یا 2005 بوده. مشخصات فنی، اولا این سوخو 35 روی پلتفرم سوخو 27 ساخته شده، این همینه قیافه ظاهریش، فقط از نظر سیستم الکترونیکی، جنگال و راداری یه مقدار ارتقا پیدا کرد. من جایگاه سلاحش هم یه مقدار دستکاریش لود بیشتری کرد. این سوخو 35 اگه بذاریم کنار F14 خودمون، به مراتب F14 قوی تره، چون F14 میتونه 16 هدف متحرک و در آن واحد باشون درگیر بشه. سوخو 35 8 هدف میتونه درگیر. F14 مجهز به موشک فونیکس که همچین موشکی در سوخو 35 وجود نداره. دقت عمل و نحوه سیستم راداری و تیراندازی F14 به مراتب قوی‌تر و سرتر از F35. حالا این که F14 بود، آیا ما اینا رو، این هواپیما رو میتونیم با نسل 5 مثلا F22 یا F35 مقایسه کنیم؟ اصلا ما حتی این هواپیما رو نمیتونیم با F18 هورنت مقایسه کنیم، F18 ارتقا یافته مقایسه کنیم. هزینه نگهداری به مراتب بالایی داره همانند F4، شاید هم بیشتر. کشور برزیل به خاطر هزینه نگهداریش، با توجه به اینکه روسیه به هر کشوری سوخو 35 معرفی کرده برای فروش، کارخونه ساختش هم روش میده، یعنی تکنولوژی ساخت سوخو 35 اینقدر قدیمی شده که به همراه فروش جنگنده تکنولوژی ساخت جنگنده را به کشور خریدار سوخو 35 میده. جالبه نه؟ بعد ما اینجوری داریم الان میزنیم بالا پایین میپریم، آی سوخو 35 خرید، چه سوخو 35؟ ارتشی که یک روز هواپیمای روز دنیا رو داشته، حتی قبل از ارتش آمریکا F14 به خدمت ارتش ایران در اومده یا همزمان در اومده، الان لنگ یه سوخو 35 که رو دست روسا مونده، فقط و فقط یک به خاطر تحریما توان خرید از کشور دیگر رو ندارن، دو به دنبال آوردن اون تکنولوژی ساخت جنگنده داخل کشور هستن و به دروغ بگن ما جزو کشورهایی هستیم که جنگنده میسازیم. وقتی که سوخو 35 رو بخرن قطعا تکنولوژی ساختش هم به ایران منتقل میشه، حتی مصر هم سر باز زده از خرید سوخو 35، اولی سر باز زده بعد خریده، هند سر باز زده نخریدن سوخو 35، ببینید خودتون آمار چقدر پایینه. اون وقت ما میخواییم سوخو 35 رو بخریم، کشور ما ایران
این جمهوری اسلامی هم الان که کشور ما اشغاله، میخواد سوخو 35 رو بخره، تکنولوژی ساخت و بیاره داخل، هواپیمایی تولید کنه که عملا از دور خارجه، حداقل این سیستم ناوبریش به روز است، قابل مقایسه نیست اصلا با F-22 یا F-18 ارتقا یافته یا F-15 حتی ارتقا یافته، F-15 جدیدی که قطر خریده یا اسرائیل دوباره سفارش داده. اون کجای کار برد؟ تازه همه اینا رو بذاریم کنار، با توجه به سابقه روسیه در قراردادهاش، به نظر شما این قرارداد سرانجامی داره برای ایران؟ به نظر شما این تجهیزات ساخته جنگنده وارد ایران میشه؟ آیا اصلا این قرارداد سوخو 35 بسته میشه و روسا به تعهدشون عمل میکنن یا دوباره یه پول هنگفتی از ما میگیرن؟ چون خودشون هم درگیر جنگ اوکراین هستن، میگن اول نیازهای خودمونو برطرف کنیم، تا زمانی که در جنگیم نمیتونیم به شما هواپیما بدیم، بعد از اینکه جنگشون تموم شد اونم آیا بدن آیا ندن، اون موقع میگن ما باید ارتش خودمون رو دوباره اون هواپیمایی که دست دادیم و جایگزین کنیم، بعد بیایم به قرارداد شما برسیم. یعنی روسا همشون همین جوری بهانه آوردن، کل دنیا دستشون عاجزن، حتی برای تامین قطعات سوخوسی هندوستان از دستشون شکایت کرده، میگه 29 هم همینجور فرق نمیکنه. ببینید ما کجای کار، کشوری شدیم مستعمره روسا و هر جوری میخوان دارن با همون بازی میکنن. کمی به هوش باشیم و خوب به جریان رو نگاه کنیم، رد پای روسا رو در همه جای ایران پیدا میکنیم و رد پای قارتشون، اثر قارتشون. روس از یک طرف قارت میکنه، چین از یک طرف. چین پول ما رو نمیده، جاش میگه صد میسازم براتون. روسیه هم روسیه با همون قرارداد میرنده، پول میگیره، بعدم میگه که من الان تو جنگم نمیتونم، خیلی راحت نمیتونم کارتون، نمیتونم نیروگاه حرارتیتون رو راه بندازم، هر غلطی دلتون میخواد بکن. این کل داستان ماست با روسیه و خرید سوخو 35. قطعا کشور ما سوخو 35 رو به این زودی ها بهش نخواهد رسید، اگرم برسه یک یا دو فرمانده اونم برای اینه که پولو بچاپن. تا کلیپ دیگه، بدرود.